مخاطبین از رسانه پشت ما جرای فیلم استاندار سامه گلزار جابجا درود به مخاطبین عزیز بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم هم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم و دارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و از صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه جیبتون پرپول باشه و همه مهمتر سالم و سرحال باشید ماجراها و جنجالهای عجیب و غریب اسپانسر باشگاه استقلال همچنان ادامه داره بعد از کلاهبرداری کوروش کمپانی که موبایل های ارزون قیمت به دست مردم میداد فشارها و حجمه ها به اسپانسر پشت پیراهن باشگاه استقلال یعنی موبایل موسوی هم وارد شد و از اون طرف بخش مختلف خبری عنوان کردند که موبایل موسوی هم مثل کوروش کمپانی کلاهبردار فشارهای عجیب و غریبی رو بهشون آوردن و حتی اتحادی های مختلفی که سر و کار دارن با بخش واردات گوشی و تلفن های امرا اومدن و به باشگاه استقلال گفتن که اسپانسرت کلاهبردار هستش و هر چقدر سریع تر باید تبلیغات این اسپانسر رو از پشت پیراهنت هست کنیم. در گیرودار همین اتفاقات موبایل موسیقی بود که یکو پیج اینستاگرام این کمپانی هم بسته شد با بسته شدن پیج اینستاگرامش و کلاهبرداری کروش کمپانی همه اومدن گفتن که آره حتما موبایل موسوی هم کلاهبرداره و مگه میشه کسی جنس و قیمت دست مردم بده جنس ارزون مصادف با کلاهبرداریه و همه این ضرب و مثال رو عنوان میکردن که پنیر مفت فقط توی تلموش پیدا میشه از اون طرف باشگاه استقلال هم تصمیم گرفت که تبلیغات پشت پیراهنش رو حذف کنه و موبایل موسوی رو حذف کرد و یه تبلیغ دیگه ای رو در سه چهار بازی گذشته خودش انجام داد که همین قضیه هم باعث شد که موبایل موسوی حسابی خشمین بشه و اینا 24 ساعت پیش بود که پیج اینستاگرام موبایل موسوی رو میبینید آیه مهدی موسوی رو با مدیران باشگاه استقلال و بعد از اون حسابی چند تا استوری گذاشت و به باشگاه استقلال به نوعی حالا یه میگن حمله کرد عده میگفتن گلایه کرد عده میگفتن که دنبال حقش بود که این استوری ها جنجال های زیادی رو پاکت که امروز راجع پشت پرده های این اسپانسری باشگاه استقلال هم صحبت می کنیم اول از اولین استوری موبایل موسوی شروع می کنیم که نوشته بود برگشتیم حتی بخش خبری 23 و, و جای مختلف هم به این کمپانی و کوروش کمپانی پرداخته بود و بعد از اون نمیدونم استوری های مختلف شیرینی مدد... اما واکنش های جنجالی این کمپانی هم در نوع خودش جالب بود بریم رشته استوری هاشو بشنویم و ببینیم و جلوی هر استوری که نیاز به توضیح داشته باشه من استوب میکنم که شما ببینید اول خوب گوش بدید به صحبتاش که با این هولد بودن و نفس نفس زدن و صحبت های مالک موسوی نشون از هرس و بغض و عصبانیت بیش از حدش در خصوص یه سری از آدما هستش که واقعا انگار نشون میده که حق تو یکی گرفته نمیدونی چه جوری داد بزنی این هرس و بغض رو میشه از توی چهرش دید حالا ببینیم توضیحاتو بهتون میدم چی دلشون خواست به من گفتن این سری دیگه من کوتا نمیام ببینید من پیجم این حساب هر اومد هر چی دلشون خواست قضاوت کرد یه سری از این جغل های مجازی که اصلا معلومه از کجا در اومدن بزرگترین تجارتی کردین چهار تا آگهی گذاشتین چهار تا از این پیج خبری که اصلا معلومه از کجا در اومدن هر چی دلشون خواست اومدن به من گفتن ببینید من اون موقع بیلبوردم تو کل ایران بود کل کیش بیلبوردای من بود شما کجا بودین اون موقع مگه جشنواره بود من وقتی الان 110 تا 120 تا پرسنل دارم اینجا وقتی بزرگترین باشگاه ایران دارم تو آمل میزنم وقتی بزرگترین رو دارم دارم بیشترین بیزینس رو انجام میدم بیشترین کارآفرینی و حتی اندازه خودم تو این سن دارم انجام میدم شما کجای کار بودین که اومدین قضاوت کردین مگه من اون موقع جشنواره داشتم من الان 6 سال 7 سال دارم کارآفرینی میکنم بزرگترین فروشگاه فیزیکی ایرانو دارم مگه من اون موقع جشنواره داشتم که میان قضاوت میکنین بار آخرتون باشه من این سری کوتاه نمیام من اگه نبودم نصف بازیکن استقلال الان پول نمیگرفتن 70 میلیارد پول دادم بهشون نباید بیا بله ببینید مورد اولی این هستش که جدیدا آها این خیلی مد شده تو ایران طرف میره چهار تا پاکت باز میکنه از این مثلا کابل مابلا و نمیدونم ور میداره نمیدونم قاب آیفون و نمیدونم جور من رو میزم با اقسام اینا هست پشت سحنه فیلم خودشو میکنه بلاگر آیتی بابا شما یه سری قاب باز کنید خب یه سری آدمایی هستی که آنباکس کنید استلاحاً خودشون میکنن بلاگر و خبرنگار حوزه آیتی و شروع میکنن راجع به انواع و اقسام موضوعات اظهار نظر کردن یه مقداری سعی بکنید که خواهشان دقت نظر بکنید روی اظهار نظراتون و صحبتاتون یهو میاد میخورید به پست من و من از کرمه به جای دقت نظر میام میگم پاره و جرتون میدم یعنی از اون ادبیات خیلی محترمانه به ادبیات غیر محترمانه تبدیل میشم خواهشان در حد خودتون لول خودتون نظر بدید اما اینجا شاکی بود موبایل مستوی از اینکه آدم ها میان قضاوتش میکنن و انتهای صحبتش اشاره کرد به مبلغ 70 میلیاردی که به باشگاه استقلال داده من قبلا توی یکی از ویدیو هم این قضیه رو اشاره کرده بودم که حالا بزنیم توضیحات بعدیش رو هم ببینیم من راجع باشگاه استقلال صحبت خواهم کرد یا استقلال میاد ضرر زیان منو به ازای هر بازی دو میلیارد طبق قرارداد میده یا من کوتا نمیام تو بدترین موقع من به داد استقلال رسیدم همین آقای دکتر خطیر همین آقای دکتر فرشید سمی همشون بودن گفتن اگه تو این موقع به داد استقلال نمیرسی ما این صحت نشینی نداشتیم من تو بدترین موقع اومدم به داد استقلال رسیدم حالا تبلیغ منو تو بدترین روز من برداشتن اصلا کوتاه نمیام اوج نامردی بود در حق من من اومدم جشنواره رو تازه مگه برگزار کردم من این همه کالا زودتر از موعد دادم اومدیم به من این همه حجم و فشار و قضاوت و هر بیست اروپا اومده به من توهین کرده هر چیز خاصه قضاوت کرده به من گفته من اومدم به اندازه سن خودم کارآفنی کردم اومدم خدمات دادم به مردم ایران کالا زیر قیمت به مردم دادم از این داریم میسوزین که چرا کالا زیر قیمت دست مردمه به جنگ بیا حمایت کنیم به جنگ به تشکر کنیم میاین زیرا به منو میزنین یا میخواین زیر پای من خالی بشین من جنگی از این حرفا من که کوتا نمیام من هر چقدر دو فشار باشه من قویتر میشن. میشم فقط اینو خواستم بگم دیگه من کوتا نمیام یه سری پیجارم میاد بهتون میگم من ن... بله بخیلی و نه بله خیلی عصبانی هستم اینا ببینید باشگاه استقلال طبق قراردادی که ادعا میکنه مالک موبایل موسوی باید مبلغ دو میلیارد تومان بابت هر بازی که اسپانسرش رو حذف کرده زر و زیان بده چیزی که من میدونم مدیران باشگاه استقلال برای اخذ قرارداد اسپانسری این کمپانی چیزی هلوشه ده میلیارد تومن رشوه دریافت کرده از کی و کجا و چه جوری و اینکه باید چه جوری مچه این افراد باز بشه دیگه به عهده من نیست من 5000 کیلومتر از ایران دورترم این قضیه ها رو میدونم که برای اخذ همچین قراردادی میلیاردی رشوه دریافت شده حالا اونا توی ایران دستگاه اطلاعاتی و امنیتی با این همه تکنیک شنود و جاسوس و آدم‌های مخبر اینا اگه نخوان این قضیه ها رو بدونن خودشون دوست ندارن که این قضیه افشا بشه مثل ماجرای بابک زنجانی که قرار همین عید بیاد بیرون اینا هم همین لاوا ما براتون افشا بهتون بگم یعنی خودشون دوست دارن که این قضیه لاپوشینی بشه اما من چیزی که میدونم این هستش که قرارداد 70 میلیاردی بسته شده این در حالی هستش که همراه اول برای جلو پیراهن باشگاه استقلال 40 میلیارد تومان قرارداد بسته و تازه 12 میلیارد تومانش بیشتر نداده اینکه یهو میان به باشگاه استقلال یا باشگاه استقلال میاد همچین تصمیم میگیره برای کسی که میخواد کمک مالی بکنه این در نوع خودش شک برانگیزه و طبق قرارداد ببینید حالا یه دیگه میگن که این آدم کلاهبردار فلان بیسانه به عماره. حرف من دو, دو تا چهار منطقیه اگر این آدم کلاهبردار ببین شرط اگر کلاهبردار چرا الان بازه و داره فعالیت میکنه و استوری میذاره چرا نمیرید بگیریدش اگر مشکوکید به فعالیتش چرا جلوی فعالیتش رو نمیگیرید بگید آقا صبر بکن تا فعالیت تو بررسی بکنیم اگر کلاهبردار نیست چرا تبلیغاتش رو از پشت پیران باشگاه استقلال برداشتید ببینید میگن که قانون احتمالات دیگه باید هر چیزی رو از هر زاویه ای احتمالاتش رو بسنجید اگه کلاهبردار چرا نمیگیریدش؟ اگه کلاهبردار چرا چرا فعالیتشو محدود نمی کنید؟ اگه مشکوکید بهش چرا فعالیتشو محدود نمی کنید؟ اگر کلاهبردار چرا رو یغش نمی کنید. اگر کلاهبردار نیست چرا تبلغاتشو برداشید؟ دو بار تکرار که قشنگ جا بیفته. و اون واسه که ببینید پول بتنماله دیگه میگن میگن که آقا به یه برون تبلیغش هم نه که حالا 2 میلیارد هم که از دولت میده دیگه. حالا ما ور داریم. ببینید کجای دنیا باشگاه معتبر دنیا میان تبلیغات پیراهنشون رو میفروشن به یه کمپانی بعد یهو خودسر میان اونو بر میدارن میرن یه جای دیگر رو تبلیغ میکنن مثلا فرض کنید بایر مونیخ بیاد تبلیغ تلکامو حذف کنه بره مثلا تبلیغ مثلا پشمک و دلار رو بزنه کام مثلا منچستر یونایتد یه مدت تیم ویور رو تبلیغ میکرد مثلا میگه تیم ویور الیشون پورتو مثلا اینجاش تبلیغ سایت بت داره بگه بهتره ولش کن بابا ایران میگه حرامه مثلا بت یه چیزی که رئال مادرید همینطور مثلا بارسلونا همینطور مثلا شرکت بزرگ خودروسازی مثل بنز بی ام و جای مختلف اسپانسرشون بگن که مثلا ولشون شرکت ام امارات مثلا قرار اونا البته چه اسپانسرایی دارن تو ایران مثلا چه اسپانسرایی هست حالا من با بزرگی کوچکشون کار نداریم میخوام به شما بگم که اگه طرف گلابردار نیست شما طبق کدوم قانون و منطقی ورداشی تبلیغ طرف حذف کردید وردارید به زیانشو بدید دیگه یعنی اون مملکت یه سری آدم دمپایی و جراب سفید و یقه بسته که مرد داخت کردن پخ زدن اینجا شد و بحث میریم اونجا میشینی اینجوری تصمیم میگیره مثلا وارد میزه مثلا وارد اتاق مدیر عامل فلان باشگاه میشی یا مثلا باشگاه استراپ وارد که میشی بسم الله الرحمن الرحیم الله تسبیح هم اینطوری میکنه دمپایی هم داره و جوراب سفید و فلان و اینا الله خب قرارداد شما چی هستش برادر 20 میلیارد 70 میلیارد حق سادات بسم الله 70 میلیارد می 10 میلیارد من میدم شما بریز به حساب حاج آقا فلانی سکه هم که امرایتون است بسم الله بسم الله بله, بله. همینجوری غیره با همین دید. من خودم به چشم دیدم کسی نمیتونه بیاد به من بگه که آقا داری شعر میگه خاله من خودم تو ایران به چش خودم دیدم شما اگه ندیدی کور بودی ندیدی کورم حالا واژه درستی نیست مثلا فلان چیز بودی ندیدی یا دوست داشتی کلاورداری یا نبینی؟ این شده الان وضعیت باشگاه استقلال و خواهشان نهادها بعد بیان رشوه هایی که مدیران باشگاه استقلال برای اخذ همچین قرارده گرفتن رو توضیح بدن و اینکه کدوم نهاد بهشون الان گفته تبلیغ هست کنید اگه تبلیغ هست کنید صد در صد این آدم دادگار و برنده میشه و شما باید ضررش رو بدید اگه کلاهبردارم بوده و الان برداشتید با چه مجوزی گذاشتید مگه شما قبل از اینکه تبلیغ هر کسی رو بذارید نمیرید تحقیق بکنید پس اگر گذاشتید این آدم کلاهبردار نیست اگر هم کلاه بردار بوده پس شما کوداهی کردید و در هر صورت و از هر ده زاویه اگر شما بخواد نگاه بکنید مدیران باشگاه استقلال تخلف کردن رشوه گرفتن و دودش تو چشم هواداران عاشق استقلال میره که الان باید درگیر مسائل مالی یا مشکلات مالی و عواشی بشن نه چیز دیگه ای ادامه صحبتشو ببینیم میایم به من میگه بعد به قیمت من بفروش اگه به قیمت نفروشیم میایم جلو تو هم میسیم زیرا بتون میذاریم زیر پات خالی میکنیم ببین من اومدم به مردم ایرانم خدمت کردم کالا زیر قیمت دادم میتونم هم میدم شما نمیتونی بیا جلو من وایسی میگه میگه آقا به قیمت ما نفروشی ما جلو دو میسیم ببین جلو من وایسی تاش شد ببین من که اومدم تمام رو انجام دادم تا حالا عین بدم انجام میدم ولی خدا هست مطمئن باشین خدا هست یه سری پیجا رو میایین پول میدین یه سری ها... هر چیزی که در حد اندازه خودشونه میان منو قضاوت میکنن ای پیجش پرید کجاست ای این مثل اونه این مثل اونه نه این مثل اون نیست اگه مثل اون بود خیلی بد الان خوشحال باشی مطمئن باش مثل اون نیست من هستم میجنگم پای تعهدم مردم هستم من مگه تازه اومدم شروع کردم این کارا سالها سال این کار انجام میده اون موقعی که من پیجم یک میلیون بود تو ایران به اندازه من پیج میلیونی نداشت تو کار موبایل فروشگاهی بزرگترین پیج فروشگاهی رو داشتم من وقتی شروع کردم شما کجا این همه فشار این همه حجمه برای چی برای اینکه کالا چرا ارزون داره دست مردم میرسه یعنی مردم ما نباید گوشی خوب داشته باشن به قیمت مناسب این همه فشار آوردی قضاوت کردین که چی بشه اومدین یه سری پیجا رو پول دادین که فقط بیاد ما رو تخریب کنم فقط هر چی دلشون خواست بیاد به ما بیان قضاوت کنن ببینین من دارم میگم پای تعهدم بودم هستم و خواهم بود من مال این آب و خاک و وطنم من برای آمولم برای مازندران برای ایران می جنگم سنگین تر از قبل ولی یه جوری جلو شما وامیستم این روزا که گذشت این به بعدش میگذره یه جوری جلو شما وامیستم تا شما باشید دیگه منو تهدید نکنید منو هی نخوای زیر پامو سنگ بندازید ببینید اون پیجایی که شما رفتیم پول دادین همون اندازه پولکیان هم. ان مثلا میاد به مردم آقا برید اونجا پولتون رو بگیرین ببینید این فشار کردن جز که آسیب به مردم برسه هیچ چیز دیگه نیستش من که دارم ارسالی ما انجام میدم شما که داریم میسوزین کالا هم به قیمت دست هم مردم میرسه من بزرگترین پیج موبایلی رو داشتم فقط تو پیجم قاب میفروختم میگفتم 10 تا اندازه اون بلاگری که اومدن این سری ما رو تخریب کردن هر چی دلشون خواست به ما گفتن بلاگری که مثلا تکنولوژی دارن آموزش میدن دار. تو قد این حرفای بچه تو چه بیزینسی تو سن سال خود داشتی تو چه بیزینسی داری با اون قیافت که اومده هر چی دلت خواست به ما گفتی آقا کی تو رو آدم حساب میکنه تو اومدی فقط تو فضای مجازی هستی مرد باش مرد حقیقی باش بیا کارآفرینی کن بیا به مردم م... مملکت خدمت کن بعد تو یه می مردم میگیم که برو اونجا رو بگیریم پولاتون پرید این مثل اونه نه بچه جا اونی که داره بهت پول میده من مثل تو 100 تا 200 تا کارگر دارم تو باشیم می... میگی آقا مثل اونه هیچ خدماتی به مردم نمیدین فقط داری قضاوت میکنین بلاگرای تکنولوژی به قول خودتون چه تکنولوژی میای ما رو تخریب میکنین قضاوت میکنین ببینید من دیگه کوتاه نمیام این سری هم قانونی در خدمتون هستم هم که دستتون رو واسه مردم رو میکنم شما از این داریم میسوزین که یه پیج فروشگاهی اومده بزرگترین پیج فروشگاهی موبایل ایران شده اومده این همه فالوور داره من تو پیجم قاب و گلس بفروشم 10 تا اندازه توی بلاگر تکنولوژی در میارم بعد من نیاز به جشنواره منگه داشتم من دوست داشتم به مردم کشورم خدمات بدم کالا زیر قیمت داشته باشن این همه عالم و آدم تو ایران اومده آیفون 13 گرفتم به قیمت شما از این داریم میسوزی شما ناراحتی که مردم دارن به قیمت کالا میگیرن شما از این ناراحتین چرا دارین این همه به ما فشار وارد میکنین حجم وارد میکنین قضاوت میکنین توهین میکنین من دیگه کوتا نمیام دیگه کوتا نمیام من آدمی هستم که تا پای جانم پای تعهدم هستم و قطعا مطمئن ماشین دیگه کوتا نمیام این نکته بگم بعد از دو زاویه ببینیم یه دمی میگن که آره این ممکنه مثلا کلاوردار بوده باشه فلان باشه یه حرفاش برای ماسمالی کردن اینا ولی میخوام یه چراغی براتون روشن کنم یه زاویه دیگه هم به این قضیه نگاه بکنیم من شما بیننده ایم یعنی زینف نیستیم از این اتفاقات و از کجا معلوم شد اون کسایی که دارن موبایل رو گرون تر دست مردم میدن الان از این قضیه ناراحتن و سودشون داره به خطر میفته دیگه شما فرض بکن که تا دیروز موبایل مثلا 60 میلیون به مردم میدادی اینجا میکرد ای تو پاچهشون از از بغل بگیرم اینجا نزد تا دسته میکرد تو بدنش, بدنش رو تو بدنشون تو یک اکلش همه بچش 60 میلیون مثلا اومده گفته آقا من میدم 50 میلیون خب 10 میلیون از ضرر زر... برای شما دیگه 100 تا مشتری بره اون وقت 100 تا 10 میلیون چی میلیارد خب طبیعیه مثلا بیاد بگه بلاگر تو بیا این 100 میلیون بگیر شروع کن تخریب کردن میخوام به شما بگم که از این زاویه هم میتونیم حرفاشو نگاه بکنیم و شاید اینم باشه حالا من اضافت نمی کنم ولی خب میخوام نگاه دیگه هم براتون باز بکنم به اون پیجا رو باید آنفالو کنی اون پیجا جز ضرر و زیان شما مردم چیز دیگه نمیخوان جز ضرر و زیان شما هیچی نمیخوان کدوم یکی از این کاری که گفتم مثبت بوده برین فشار وارد کنید حجم وارد کنین یعنی چی این خوبه به مفشا وارد بشه شما به کالات میرسی شما تو تعهد زودتر از موعد بگیری بله ببین نکته که وجود داره این استش ببین مثلا دات ستام میاد پرونده موبایل موسوی حتی اون کوروش کمپانی هم بررسی که من البته شنیدم که کوروش کمپانی دید کرده با یه سری از آدم ها و گویا مردم به پولشون میرسن این حواله خبری بوده که من شنیدم ببینید مثلا فشار میاد به همچین کمپانی های اولین کاری که میکنن حسابشون رو مسدود میکنن وقتی شما حساب یه نفر رو مسدود بکنی قبلا هم گفتم یعنی میای اسلحه های این آدم رو برای شلیک ازش میگیری یعنی میای بال این آدم رو برای پرواز ازش میگیری یعنی میای قدرت خرید این آدم رو به صفر میرسونی این آدم پولها رو گرفته که بره با این پولها خرید بکنه و بیاد جنس به مردم بده شما حسابش رو میبنده میگه حالا برو خرید بکن یارو نمیتونه بره بده که با پول دادن بیاد تعهدات مردم رو بده پس شما با مسدود کردن حساب این آدم به عنوان ضابط غذایی عملا میای و این آدم رو زمینه های کلاهبرداری و زمین های فراش از کشور رو فراهم میکنی وقتی طرف ببینه حسابی نداره میگه ای بابا حساب همون که مستن ده بستن دهنم هم, هم که سرویس کردن آبروم هم که میبرن پس دیگه من انگیزه واسه ایران ندارم چون لقه اون آدمایی که سفارش گوشی دادن جمع میکنم شبونه از ایران میرم پس شما با تصمیمای اشتباهی که به عنوان نماینده دادستان به عنوان قاضی به عنوان ضابط قضایی میگیری شما میای زمینه های کلاهبرداری رو شروع میکنی و, از و اون وسط کارگرها و آدم که دارن برای یه آدم کارفن... آدمی که کارفنی کرده کار میکنن بیکار میشن آدمی که بیکار بشه برای ش... سیر کردن شکم زن و بچهش ممکنه دست به هر کاری بزنه ممکنه دزدی بکنه هزار تا کار انجام بده پس شما زمینه فقر و دزدی و فرار و کلاه برداری رو با تصمیم اشتباهت ممکنه باز بکنی از این زاویه هم به موضوع نگاه بکنیم همش منفی نبینیم موضوعات رو موضوعات رو جامعه شناسی موضوعات رو اقتصادی موضوعات رو بیزینسی هم نگاه بکنیم ببینید این بچه های من هم. اینا ببینیم؟ اینا, ببینیم؟ اینا بچه های من هستن تو روز جمعه اینجا اینا همشون جوونن هم. شما از این داری میسازه که این بلده. جوون ها الان این... این همه آدم دارن کار میکنن و شما باید ببینید باید انقدر کنترلتون دقیق باشه انقدر باید کنترلتون درست باشه که اگه یه آدمی هم بخواد کلاه برداری بکنه نتونه کلاه برداری بکنه چرا این سب کلاه برداری فقط تو ایران اتفاق میفته چرا ما نمیشه مثلا توی اروپا توی امریکا توی کانادا اختلاس صورت میگیره چرا فقط باید توی ایران این اختلاس صورت بگیره اصلا واژه اختلاس تخصصش و اصلا واژه تخصص هم اختلاس, اختلاس... تو ایران ریشش ایرانیه فکر کنم آه، ولی شما جلوی کلاهبرداری رو بگیرید بسید در هر کاری که دلش میخواد بکنه شما کلاهبرداری رو به صفر برسونید این جوونا الان اینجا دارن خدمات میگیرن چرا مثلا دوست داشتی که این جوونا اینجا فعال نباشن کار نکنن ما کار فنی این فقط طبقه بالا بخش اپل استور ماست شما از این داریم میسوزید که ما داریم به مردم کشور خدمات میدیم شما داره از این میسوزید که چهار تا جوون 23 ساله زیر 23 ساله زیر 25 پنج... الان امسال آقای هیدری آقای کریمی، آقای موسوی، آقای حسینی، آقای کیانی، بچه های دیگه اینا متحلن یعنی شما دوست امسال اینا اینجا کار نکنن این جوونای منن اینا بچه های منن اینا بچه های منن که روز جمعه الان اینجا اینا بچه منن که روز جمعه اینجا دارن کار میکنن شما از این ناراحتی شما الان از این ناراحتی که بچه های من اینجا چرا دارن کار میکنن چرا من 120 دارم پیش من حقوق میگیرن یا الان آقای سلیمانی که زحمت میشه مسئول حراست اینجاست چرا بچه های من اینجا شما از این میسوزی ها من روز جمعه بچه هم اومدن اینجا دارن خدمات میدن میگن آقا بسته پریده جمع کرده نیستش نخواهد بود شما از این داریم میسوزی اونی که مسئله شده بلاگر تکنولوژی آقا تو قد این حرفای بچه جون تو چه کار مثبتی واسه مردم کردی که هر چی دلت خواست اومدی به من گفتی امثال تو امثال تو باید بیا میشه من کار کنم نمیپذیرم تو بیشورتر از اون حرفایی که میبن توهین میکنی تو قد این حرفا نیستی یه سری مثلا شدن موبایل فروش شدن همکار میان اینجا هرچی دلشون خواست قضاوت کردن توی این مدت شما دیگه کجای کاری شما مغازت اصلا بیا مغازت اینقدر این اتاق این اتاقی که بچه ما دارن میان جمع میشن اینجا فوتبال میبینن میشه شما هرچی دلت خواست اومدی گفتی آخه شما کجای کاری مشتری پا میواد میواد اونجا تخریب میکردی شما مثلا همشهری شما داری همشهری شما باید خیلی خوشحال بشی که آمل شد قطب موبایل ایران بعد مثلا میای ما رو تخریب میکنی تخریب تو اگه قلب بود با تخریب تو من بزرگ بشم با آفرین گفتن تو من بزرگ بشم که تو الان بزرگ بودی تو الان کجای کاری بعضی واقعا نمیفهمن ذهنتون کوچیکه با کوچیک کردن کسی شما بزرگ نمیشی با بزرگ کردن یکی مطمئن به شما کنارش قطع میکشی آمول من کردم قطب موبایل ایران شما به جای که خوشحال باشیم یه زیرا منو بزنی اون از امثال بله اینجا هم این آدم رو میبینید که حالا خب و حتی آخرم با مردم عزیزم مشتری خوبم فالوورای عزیزم اولا که بابت تاخیر به وجود اومد تو اینکه تبلیغات بریم تبلیغات چیکار کنیم خدا رو اشاره کرده به تیتر جای مختلف خب خیلی جالب الان یه سری پیجا قشنگ دارن میزنن که موبایل موسوی اومده تهدید کرده اصلا آقا این جمله چیه آخه من کیم که استقلالو تحدید کن؟ من استقلال رو تهدید کنم من عاشق استقلالم استقلال رویای منه استقلال زندگی منه استقلال همه چیز منه من میگم آقا من اومدم برای استقلال هزینه کردم برای استقلال پول دادم با تعهدی که بسیم صحبتی کردیم قرار شد آقا من روز اول قبول 10 تومن بدم 20 میلیارد دادم 20 میلیارد داشتم میدادم گفتن آقا مرداد محمدی نمیخواد بازیکن مرداد محمدی 6 میلیارد بعد بهش چک بدیم تا این بازی بازی آلومینیوم گفتم چشم قربون مرداد محمدی میرم قربون استقلالم میرم بازی کنه ببره همون بازی با آلومینیوم چند روز قبل بازی آلومینیوم یا همون روزی که نوتیسش بیامگو اومده بود گفتم چشم این چکش این پولش این نقدینگی 20 میلیاردی بیشتر آقا این چک رو نباید تا 6 ماه بعد این همه رو چش 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 آقا روز سخت من چرا تبلیغات منو گرفتی الا حرف بدی میزنم میگم آقا پول گرفتی تبلیغاتم بذارین یا نه نمیخواد تبلیغاتم بزنین چش عودت وجه پولمو بدین در خدمتتون هستم مخلصیم چرا میگی تعدیل هیچ کیش کی استقلال نمیتونه ت... هنوزم که هنوز شکایت نکردم گفتم 5000 ایزاری دادم گفتم آقا بیا با هم بشینیم تصمیم بگیریم داستان چیه تبلیغات باید باشه چشم اگه نباید باشه بیا میگی آقا نباید باشه این پولت من پول دادم که تبلیغاتم انجام بشه بتونم پول بیام دوباره واشکام کمک کنم لطفا خبر کس منتشر نکنید نگین استقلال تهدید که من کیم هیچ احدی نمیتونه استقلال تهدید کنه استقلال بزرگترین تیم آسیا است یکی از بزرگترین های آسیا است مفاخر فوتبال ایران تو استقلال استقلال تیم دو ستاره ایران من عاشق استقلالم عاشق تیم محبوبیم من عددی نیستم میگم من هوادار استقلالم میگم پول دادم آقا بابت پولی که دادم انتظار دارم تبلیغات من انجام بشه تبلیغات من بر... آقا راست میگه اصلا استقلال بش کن چوس تلاق تپه آدم وقتی پول میده یا اگه تبلیغش رو بخواد بگم پولش رو پس بدید دیگه من میگم چرا سکوت کردن اصلا رسانه ها نسبت به این قضیه پول یارو رو بدید دیگه برداشتی آقا اشکال نداره چرا برداشتی نباید برمی روز سخت من برداشتی چرا برداشتی برداشتی اشکال نداره بی پول منو بده پول دادم انتظار دارم تبلیغاتم باشه شما خودت رو بذار جای من کجای حرف من اشتباهه حرف من غلطه خودتون رو بذار جای من پول دادم میگم تبلیغاتم باشه طبق قرارداد چرا برداشتین حرف من اینه بله اینجا هم که دیگه استوریای م... بعدی و چیزهای مختلف باشگاه استقلال اسپانسر باشگاه استقلال و اینم عکسی که باشگاه استقلال گرفت و پولایی که خیلی خوشحال زیرمیزی و سکه ها و گوشه که پشت پرده گرفته بودن سوال من اینه بازم تکرار میکنم چون یه مقداری گویا فهم و درک یه سری از این مدیران یا افرادی که رسانه دارن ضعیف یک اگر این آدم کلاهبرداره اگر این آدم کلاهبرداره چرا تبلیغش تو باشگاه استقلال پشت پیراهن انجام دادید چرا تحقیق نکردید اصلا مگه میشه بدون تحقیق برید شما تبلیغ یه نفر رو بکنید این نکته اول نکته دوم که اگر این آدم کلاهبرداره چرا در حال حاضر داره استوری میذاره و فعالیت میکنه اگر به این آدم مشکوکید اصلا نگید کلاهبردارم نیست میز... مشکوکید چرا نمیدید داره رو تخته بکنید بگید آقا ما بشکوکیم بعد تحقیقات بکنیم اگر داره سالم فعالیت میکنه و مشکلی نداره چرا تبلیغاتش از پشت پیرانه باشگاه استقلال حذف کردید اگر سالم داره فعالیت میکنه پس این فضای مصموم رسانی که ایجاد شده پشت پردش چه کسایی هستن آیا ما باید شک بکنیم به مافیای گوشی آیا ما باید شک بکنیم به افرادی که واردات گوشی های سامسونگ و هواوی رو به ایران دارن آیا ما باید شک بکنیم به کسایی که همون طوری که موبایل جیلیکس که تولید داخلی بود رو نابود کردن و مافیای گوشی های هواوی و سامسونگ تو ایران شدن و تونستن این مافیاشون رو به بدنه های دولت و وزارت ها هم بکشونن آیا باید ما به این افراد شک بکنیم؟ بیشک پدیده به اسم پول و پدیده به اسم رشوه و زیرمیزی هستش که داره تمام این اتفاقات رو رقم میزنه. چند روز و چند ساعت آینده قطعا شما منتظر باشید که بوی یه سری از این فازلاب های رشفگیر در خواهد اومد دوست دارم که شما هم نظرتون رو بگید و برای ما کامنت بذارید و بگید که نظر شما در خصوص این اتفاقات چی هستش مرسی که تا این لحظه با ما همراه بودید اگر دوست داشتید کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید و با ما همراه باشید ممنونت شما